شنوندگان عزیز سلام بر شما، با امید این که روزهایی شاد و موفقی را در فیض خداوند مهربان سپری فرموده باشید، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. عزیزان، خداوند یگانه و مهربان ما همه شما را همواره در هر شرایط و موقعیتی که می باشید بی نهایت دوست می دارد. خداوند همچون پدری دلسوز و غمخوار مایل است تا با شما گفتگو کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده اجازه بفرمایید تا او توسط متن پیام و سرودهای روحانی این برنامه برکت و آرامش الهیش را عطا بفرماید. چه نیکوست حمد خدا و سراییدن بر نام خودست، از این هستی و پر و حمدت تو این شب و پس از دل با شادی بر سرایم،
میدم بحر نام قدس هم از این حسبی و پر محبم هم در دوی شب و دو اماله تو شدم سادم حسد به با شادی بر از سرایم حضور تو برکت کنم خدا من شاه شامان حضور تو برکت کنم خدا من شاه شامان حضور تو برکت کنم خدا من شاه شامان دوستان عزیز در این برنامه در ادامه مبحث نگرانی با هم صحبت می‌کنیم. در ابتدای صحبتمون از مزمور 34 از کلام خدا خدمت شما می‌خوانم. امیدوارم که روح خداوند توسط این مزمور شما را از هر گونه افسردگی و نگرانی که امشب دارید رهایی ببخشه. کلام خداوند در مزمور 34. در هر زمانی خداوند را ستایش خواهم کرد، شکر و سپاس او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود. جان من به وجود خداوند فخر می کند، اشخاص فروتن و افتاده این را خواهند شنید و خوشحال خواهند شد. بیایید با هم نام او را ستایش کنیم. خداوند را به کمک طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و مرا از همه ترس‌هایم رها ساخت. مظلومان به سوی او نظر کردند و خوشحال شدند، آنها هرگز سرفکنده نخواهند شد. این حقیر فریاد برآورد و خداوند صدای او را شنید و او را از همه مشکلاتش رهانید. فرشته خداوند دور آنانی که از او می ترسند و او را گرامی می دارند حلقه می زند و ایشان را از خطر می رهاند. بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال کسانی که به او پناه می برند. ای همه عزیزان خداوند، او را گرامی بدارید، زیرا کسانی که ترس و احترام او را در دل دارند هرگز محتاج و درمانده نخواهند شد. شیرها نیز گرسنگی می کشند، اما طالبان خداوند از هیچ نعمتی بی بهره نیستند. ای جوانان، بیایید تا به شما درس خدا ترسی یاد بدهم. به من گوش کنید. آیا می خواهید زندگی خوب و عمری طولانی داشته باشید؟ پس زبانتان را از بدی و دروغ حفظ کنید. بله، از بدی دوری کنید و نیکویی و آرامش را پیشه خود سازید. خداوند از نیکوکاران مراقبت می کند و به فریاد ایشان گوش می‌دهد.